رئیس سازمان حج زیارت ایران روز جمعه از پیدا شدن چند پیکر جدید از زائران ایرانی در سردخانه های مکه خبر داد. وضعیت مفقود شدگان ایران در حادثه منا در عربستان سعودی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. بقام های وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند که از طریق عربستان سعودی و مراجع بین المللی به دنبال مشخص کردن وضعیت این مفقودان هستند. کوروش صحتی گزارش می‌دهد. ابهام در مورد وضعیت گروهی از حاجیان ایرانی مفقود شده در حادثه منا چهل روز پس از این حادثه همچنان ادامه دارد از همه پرسر و صداتر وضعیت این چهره قزنفر اصل رکنابادی سفیر پیشین ایران در لبنان حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر از ارائه یادداشت رسمی این وزارتخانه به مقامات سعودی برای تعیین وضعیت آقای رکنابادی خبر داده و گفته است موضع ما که بارها به سعودی ها اعلام کرده ایم این است که اگر این افراد جان باختند باید جنازه آنها را ببینیم و تا نبینیم احتمالات دیگر همچنان مطرح است احتمالی که برخی از مقامات و رسانه ها در ایران از ابتدا مطرح کرده اند مسئله رو آقای رکنابادی و انتقال او به کشوری دیگر است تا از او در مورد نقش ایران در منطقه بازجویی شود ای که بیش از پیش صحنه جنگ قدرت میان ایران و عربستان سعودی و همپیمانانشان است. مقامات سعودی اما اتهام روبودن سفیر پیشین ایران در لبنان را رد کردند. اصل از اصل راکنابادی از جمله اهداف حمله به سفارت ایران در لبنان در سال 92 توسط یک شهروند سعودی نیز بود. روز گذشته حسین امیر عبداللهیان دیگر معاون وزارت خارجه ایران هم گفته بود مسئله مفقودان ایرانی منا در سطح بین المللی از طریق سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی پیگیری می شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران نیستا کنون چندین سفر به عربستان برای پیگیری وضعیت مفقودان ایرانی داشته است. سعید اوحدی در تازه ترین اظهار نظر خود روز جمعه گفته پیکر 68 نفر از جانباختگان ایرانی حادثه منا در سردخانه های عربستان یافت شده. اما شرایط بد نگهداری این پیکرها سبب شده جنازه ای آنها قابل شناسایی نباشد آقای اوهدی گفته است روند بررسی به دست آمده از این پیکرها ده روز طول خواهد کشید ایران میگوید هنوز وضعیت 25 حاجی ایرانی مفقود شده در حادثه منا مشخص نیست در این حادثه که روز دوم مهر ماه رخ داد 465 ایرانی کشته شدند آمارهای مختلفی از تعداد کل کشته شدگان این حادثه اعلام شده است مقامات سعودی تعداد قربانیان را 769 نفر اعلام کردند اما خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این حادثه را دست کم 2070 نفر اعلام کرده است. کوروش صحتی صدای آمریکا